درود خدمت دوستان و همراهان همیشگی کانال فارسی مدیا، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با صبحانه صحبت کنیم. چرا صبحانه بخوریم؟ چه غذاهایی اونطور که به نظر میرسن سالم نیستن؟ بهترین وعده غذایی برای صبحانه چیه؟ این فیلم رو تا انتها مشاهده کنید و بفهمید که چه چیزهایی برای صبحانه مناسب نیست و نباید اونها رو بخورید. شما دوستان و همراهان همیشگی کانال فارسی مدیا میتونید از این طریق ما رو سابسکرایب کنید. لطفاً زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید. از ویدیوهای داخل کانال هم استفاده کنید تا اطلاعاتتون زیادتر بشه. صبحانه اولین وعده غذایی پس از خواب شبانه است. همین افراد معمولاً صبحانه نمیخورن که این عادت کاملاً اشتباهه و منجر به عدم تعادل در بدن میشه. سوال اینجاست، چرا باید صبحانه بخوریم؟ اولین وعده غذایی شما باید حدوداً 1 ساعت بعد از بیدار شدن از خواب باشه. به این دلایل صبحانه خوردن ضروریه. اگه میخواید این دلایل رو بدونید تا آخرین ویدیو همراه فارسی مدیا باشید. صبحانه وعده اصلی در ابتدای روزه که انرژی لازم برای بدن رو تأمین میکنه و بدن رو قوی میکنه. مواد غذایی که در وعده صبحانه باید مصرف بشه باید به طور کامل مقوی و سیر کننده باشه و میل شما رو به خوردن فست فود، غذاهای چرب و پرکالری کم کنه. وقتی صبحانه میخوریم، سطح گلوکوز و قند خون بازیابی و تنظیم میشه. این به این معناست که مغز ما میتونه کارآمدتر عمل کنه. بنابراین کارها رو با هوش و ذکاوت بیشتری انجام میدیم. حالا همه فهمیدن که خوردن وعده صبحانه لازمه. سوال بعدی اینه که چه چیزهایی باید در وعده صبحانه خورده بشه و چه مواد غذایی نباید در وعده صبحانه خورده بشه و ارزش غذایی نداره؟ چه غذاهایی اونطور که به نظر میرسن سالم نیستن؟ مردم در انتخاب مواد غذایی در صبحانه عادت خاصی دارن و ترجیح میدن که از اونها استفاده کنن. در ادامه این ویدیو موادهای غذایی رو که هرگز نباید به عنوان صبحانه مصرف بشن رو به شما معرفی میکنیم. همچنین به شما نشون میدیم که چه چیزهایی رو جایگزین این مواد غذایی بکنید. اولین موردی که باید به اون اشاره کنیم ماسته. ماست یک نوشیدنی تخمیر شده از شیره که مورد علاقه بزرگسالان و کودکانه. اما قبل از مصرف اون باید ترکیبات اون رو بررسی کنید که اغلب حاوی مواد افزودنی غذایی و مواد نگهدارنده و شکره. فقط ماست طبیعی ارگانیک خانگی یونانی سالمه. شما فقط باید یک محصول طبیعی رو انتخاب کنید که شامل شیر و خمیر مایه باشه. مورد بعدی بلغور جوی دو سر فوری. بلغور جوی دو سر فوری تأثیر مطلوبی در سلامتی نداره، چون در فرایند فراوری قسمت عمده مواد مغذی موجود در جوی دو سر از بین میره. اگه میخواهید برای صبحانه بلغور جوی دو سر سالم بخورید، اون رو از غلات ارگانیک کامل جوی دو سر در خانه درست کنید. مورد بعدی که به شما معرفی میکنیم پنیرهای فراوری شده است. پنیرهای فراوری شده با اینکه حاوی کلسیم هستند، اما حاوی مقدار بیشتری سدیم، مواد افزودنی مختلف و طعم دهنده های مصنوعی هستند. پس بهتر سلامتی خودتون رو به خطر نندازید. مورد بعدی میوه های خشک. میوه های خشک اگه اونها رو به مقدار کمی مثل چند عدد توت به جای شکر به فرنی اضافه کنید مفیده، اما نباید در وعده صبحانه مقدار زیادی از اون رو استفاده کنید، چون مقدار زیادی گلوکوز داره. مورد بعدی غذاهای فاقد گلوتن. همین افراد نباید غذاهای فاقد گلوتن رو بخورن. فقط افرادی که دچار بیماری سلیاک هستن میتونن از این محصولات استفاده کنن. گلوتن سلامتی کسانی که دچار سلیاک نیستند رو به خطر نمیندازه و هیچ مشکلی در جذب نداره. بنابراین افراد معمولی و سالم میتونن غذاهای حاوی گلوتن رو میل کنن. مورد بعدی سبزیجات حاوی نشاسته مثل کدو تنبل، سیب زمینی و ذرت. این دسته از سبزیجات به هیچ وجه نباید زیاد مصرف بشن و اگه در وعده صبحانه مصرف بشه میتونه سنگینی و ناراحتی در معده رو ایجاد کنه که باعث بد شدن خلق و خو در کل روز میشه. مورد هفتم پنیر دلمه. این ماده غذایی سالمه، اما بهتره 2 بار در هفته استفاده بشه و از این گذشته برخی از تولید کنندگان روغن پالم رو به کشک اضافه میکنن که باعث میشه روغن چندان مفید و قابل هضم نباشه. مورد هشتم آجیل. آجیل سالم و خوشمزه است، اما کالری زیادی داره. بنابراین نباید بیش از مقدار توصیه شده، یعنی 10 الی 12 عدد آجیل و یا 3 الی 4 عدد گردو مصرف بشه.
مورد بعدی، آب پرتقال. آب پرتقال تازه رو نباید صبح نوشید، چون باعث افزایش انسولین در خون میشه که منجر به این واقعیت میشه که به زودی گرسنه میشید. همچنین نوشیدن اون غلظت اسید معده رو افزایش میده و باعث تحریک دیواری معده میشه. مورد دهم، محصولات سویا. این محصولات که اخیراً جایگزین بسیاری از محصولات طبیعی شدن، غالباً از مواد اولیه اصلاح شده ژنتیکی ساخته میشن، بنابراین فواید آنچنانی ندارن. مورد 11، گوجه فرنگی. در گوجه فرنگی اسید سیتریک وجود داره. این اسید سبب افزایش اسید معده میشه. خوردن گوجه فرنگی با شکم خالی میتونه سبب احساس سنگینی، رفلاکس در معده یا حتی دلدرد بشه. اما شما میتونید با ترکیب گوجه و تخم مرغ املت که از وعده‌های صبحانه پرطرفداره برای خودتون ترتیب بدید. بهتر تخم مرغ محلی یا شرکتی از برندهای معتبر که با قیمت مناسب در بازار وجود داره برای این کار تهیه بشه. مورد 12 که یکم شاید تعجب هم بکنید، شیره. دانشمندان توصیه نمی‌کنن شیر رو با معده خالی بخورید، چون تولید اسید معده رو افزایش میده و در نتیجه باعث سوزش معده میشه. شیر مملو از چربی‌های اشباع شده است که سطح کلسترول رو افزایش میده، باعث بروز التهاب و در موارد شدید به انسداد عروق هم کمک میکنه. برای اونهایی که نمیتونن خوردن شیر رو ترک کنن، توصیه میشه که شیر کمچرب مصرف کنن. این نسخه کمچرب شیر آری از چربیه و تنها شامل کلسیم، پتاسیم، ویتامین دی و پروتئینه. مورد بعدی، چای و قهوه است. نوشیدن قهوه و چای با معده خالی باعث افزایش اسیدیته معده میشه که به نوبه خودش باعث سوزش سردل و سوء هاضمه در طول روز میشه. نوشیدن چای با معده خالی میتونه صفرا و اسید موجود در معده رو کاهش بده که هضم کلی غذا و روند تنظیم کلسترول رو مختل میکنه. مورد 14، نوتلا و دیگر شکلات ها. دانشمندان دو قاشق غذاخوری از اون رو محاسبه کردن. نوتلا 83% از سطح متوسط شکر روزانه زنان رو شامل میشه. چنین صبحانه شیرینی برای اولین بار حال رو بهبود میبخشه، اما انرژی به سرعت تبخیر میشه و احساس خستگی جایگزین اون میشه. علاوه بر این، برخی شکلات حاوی روغن پالم هستن و انتخاب خوبی برای کسانی که به سلامتی خودشون اهمیت میدن نیست. مورد 15، دونات. دونات ها اولین چیزی هستن که شما در صبح علاقه زیادی به خوردن اونها دارید. دونات ها یکی از گزینه های صبحانه است که به دلیل عجله داشتن و راحت به دست آوردن اونها در مسیر مدرسه یا محل کار ترجیح داده میشن. به خاطر داشته باشید که دونات ها مملو از قند های تصفیه شده، چربی های ترانس، روغن هیدروژن و آرد تصفیه شده فراوری شدن که از نظر فواید تغذیه‌ای برای بدن مناسب نیستند. مورد 16، پنیر بدون گردو. به دلیل بالا بودن کلسیم در پنیر، برای جذب بهتر به میزان فسفر بیشتر نیاز داره که همونطور که میدونید منبع اصلی فسفر مغز انسانه. پس زمانی که ماده غذایی مثل پنیر که برای تجزیه شدن در بدن نیاز به فسفر داره وارد بدن میشه، سوخت و ساز فسفر بیشتر اتفاق میفته. حال برای اینکه این سوخت فسفر سبب ضعف مغز نشه، گردو مکمل خوبیه، چرا که گردو منبع خوبی از فسفر ویتامین دیه و نیاز پنیر رو برطرف کرده و دیگر نیازی به فسفر مغز نیست. حالا بهترین وعده غذایی برای صبحانه چیه؟ برای شروع به محض بیدار شدن از خواب توصیه میشه که یک لیوان آب گرم یا ولرم بنوشید، همراه با عسل یا آب لیمو. غذاهای تهیه شده از تخم مرغ یا غلات آب پز شده از غلات فرآوری نشده را بخورید. میتونید ساندویچ های تهیه شده از نان سبوسدار و سینه مرغ آب پز یا فیله ماهی آب پز رو با افزودن سبزیجات بخورید. بیاد داشته باشید که صبحانه گاهی اوقات میتونه در روند روز شما تأثیر بذاره، بنابراین اولین وعده غذایی خودتون رو بسیار جدی بگیرید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.